ببخشید 9:25 دقیقه شبه. آقا صدا رو دارین؟ صدای منو چی؟ انشالله که صدای منم دارین. حالا همین الان آهنگ قریش رو شروع کرد. من میخوام فقط دوربین رو بچرخونم که شما تعداد جمعیت ایرانی اینجا رو خودتون ببینید. خیلی جالبه. چرا حالا اینجا چه خبره؟ اینجا این همه آدم که اینجا جمع شدن اومدن واسه جشن تیرگان. خب ما آماده شده بودیم که بریم بیرون، بریم یه 3-4 تا موزه رو ببینیم. و وارد مترو که شدیم دیدیم هرچی آدم از مترو داره میاد ایرون، خب ایرانی هم من فارسی حرف میزنم. بعد گفتیم وا چه خبره، چرا انقدر اصلا ایرانی اینجاست؟ بعد یهو توی آسانسور یه خانم آقای ایرانی بید. ما داشتیم میرفتیم پایین، اونا داشتن میومدن بالا. جلو در ما رو زدن کجا دارین میرین؟ مثلا خیلی بد بود مراسم و ما اینطوری که چه مراسمی، منظورتون چیه؟ و خانم گفت که آه اینجا هر سال مثلا جشن تیرگان میگیرن تو این پارکه، ایرانی ها میان جمع میشن، آش میخورن، چه میدونم بستنی، فالوده شیرازی. و گفتیم ای چه جالب. و مثلا بچه ها که اینجا الان چند سال اینجا زندگی میکنن نشیده بودن که نزدیک خونه شون یه همچین چیزی وجود داره. آقا دیگه خلاصه ما رو کچ کردیم از سمت موزه، اومدیم این ور، اینجا رو یکم بچرخیم ببینیم و بعد بریم سراغ ادامه اکتیویتی ها. حالا میچرخم از شما ببینید. اگه شما هم سوئد یا استکهلم زندگی میکنین، هر سال مثل که این موقعای سال این ایونت اینجا هست، جشن تیرگان، جمع میشن و سلبریت میکنن دیگه. و حالا این ور پارک این دستگاه مسکا آوردن. توی آمریکا هم وقتی فستیوال باشه این دستگاه رو میارن، اینجا هم مثل که آوردن و بچه ها میتونن بیان سوار شن. اونجا خیلی باحال بود، ولی ما میخوایم بریم سوار این قطارا شیم و بریم یه جا که موزه های خیلی باحاله. پس بیاین بیاین، میخوایم بریم یه جای خیلی خفن. اینجا کنار آب یه عالمه بارای کوچولو گذاشتن، مثلا تو کشتی میری کنار آب میشینی، مثلا میتونی حالا آبجویی، درینکی، قهوه، غذای بخوری. و یه جا که حالا ویدیوشو در ادامه میذارن خیلی شیک و پیک بود و موزیک داشت و خیلی باحال بود وایبش. اونجا گفت که باید از قبل واسه آخر هفتهمون رزرو داشته باشیم، واسه اومدیم یکی دیگه که اینم دوباره کنار آبه. دسته کد آبجومه بچه‌تون خالی. یه سینی آبجو گرفتیم و اینی که من گرفتم آبجو سوئدیه، اصلا اسمش هم نمیتونم تلفظ کنم. و به دختر گفتم این چیزی که نه خیلی تلخ باشه نه خیلی شیرین باشه، و اینو معرفی کرد. بد نیست ولی واقعا تلخه، یعنی از اوناست که من نمیتونم بخورم. چیز توی ویدیوهای معرفی فکر کنم یه سری جاها رو اشتباه صوتی داده بودم. اینجا طبق گوگل چهارمین کشور پهناور اروپاست و تا دلتون میخواد دوربرش دریاچه است. حالا اینجا که امروز ما اومدیم این قسمت یو گاردن، گاردنه که کلی میوزه اینا توش هست. اینجا یه سری قایق و قایقرانی و قایق بادی گذاشتن که امروز مسابقه دارن. ببینیم امروز هوا خیلی خوبه، بادم میاد جون میده واسه این قایق سوارا که برن اینجا قایق سواری کنن. ولی
ولی در کل دوستام که اینجا زندگی میکنن میگن که این آپشن رو داری که مثلا قایق اجاره کنی بری توی آب یا بری کایاک کنی. ولی از اونجا که من خودم شنا بلد نیستم خیلی طرفدار اکتیویتی هایی که تو آب انجام میشن نیستم. حالا بریم ادامه یو گاردن. و یه چیزی که اینجا خیلی جالبه، من بیرون از خونه و جایی که وای فای باشه اینترنت ندارم و اگه گم بشم الان تون تون میرم که برسم به بچه ها، اگه گم بشم به هیچ عنوان نمیتونم پیداشون کنم و موبایلم هم با هم نیست، موبایلم هم دادم برام نگه دارن چون دوربین دستمه، اگه گم شم حتی موبایل هم ندارم که بگردم و به وای فای بسشم و پیداشون کنم. وای خدا آقا گوشی منو بدین که اگه خواستم گم بشم. گم نمیشم من های برمیگم میدونم. خب بچه یه چیز جالب راجع به سوئد این که مخصوصا تابستونش، حالا زمستونش که داستانش کاملا فرق، ولی تابستون معروف به شبهای سفید. چرا؟ چون بچه خیلی عجیبه اینجا اصلا تاریک نمیشه. الان بیلیو ایت اور نات ساعت 8 شب خورشید کف آسمون داره میخوره به کلمون. یه شانسی که آوردیم باد میاد و باعث میشه که اونقدر گرم نباشه. بعد شبا تا ساعت مثلا 11 شب تا 11 هوا روشن بود، 11 شب هوا روشنه، بعد تاریک میشه، تاریک هم نمیشه، تاریک خاکستری مانند میشه. ساعت 3 صبح دوباره خورشید در میاد. فکر یعنی فقط واسه چند ساعت هوا تاریکه. الان 8 شبه ولی من هی ذره ذره ویدیو میگیرم از هر ساعت و اضافه میکنم که شما قشنگ معنیشو درک کنید. حالا میچرخم که از خورشید زیبا ساعت 8 شب لذت ببرید. میبینی؟ تو رو خدا. اینا هم فکر میکنم این شبیه هتل میمونه ولی خیلی هاش خونه هست بچه ها. خیلی خوشگله و خیلی متفاوته با آمریکا، یعنی هرچی میگم کم گفتم. آدم ها، نوع آدم ها، تیپ آدم ها خیلی متفاوته با آمریکا. حس میکنم آمریکایی ها خیلی فرندلی تر و مثلا صمیمی ترن. اینجا آدم ها کنار رد میشن اصلا خیلی لبخند نمیزنن، ولی تو آمریکا مثلا آدم های آمریکایی کنار رد میشن خب مسلمه بهت لبخند میزنن یا مثلا میگن چه لباست قشنگه، چه کیوتی همچین. اینجا نزیاد نمیبینی. بعد یه تفاوت دیگه خونه هاشون خیلی خوشگله، خیلی هم کوچیکه داخلش و ساختارش قدیمیه. حالا توی نیویورک هم همینطوریه، ساختمونا خیلی قدیمی میبینین ولی قانون اینه که به بیرون ساختمون دست نزنی ولی داخلش اگه بخوای تعمیر کنی میتونی. خونه ها خیلی کوچیکه و اجاره هاشون فکر کنم بالاه. حالا فعلا این نکات ریزو داشته باشید، بعدا مفصل میام راجع به قیمت ها و تفاوتاش میگم. جالب اینجا پنجره هاشونو با اینا میبندن. حد سوزنم که از داخل اینطوری غرغره داشته باشه، اینطوری غرغرغرغر ببندی. خیلی برام جالب اصلا چرا؟ اگه کسی میدونه به منم بگه چرا. مثلا خب داخل خونه قطعا پرده داره دیگه، پرده رو میکشه خب تموم میشه، ولی خب چرا مثلا باید از این چترا بذارن که در رو ببندن؟ خیلی جالب بود. من یه آپدیت بدم راجع به هوا. اون موقع که واسهتون ویدیو گرفتم ساعت 8 بود. الان ساعت 8 و ببخشید 9:25 دقیقه شبه. ولی کدوم شب؟ اینجا اصلا شب نمیشه. تازه مثلا از اون ته اگه توجه کنید، حالا دوربینم چرخونم بهتون نشون میدم، تازه خورشید داره غروب میکنه. الان که ما از تو شهر برگشتی هنوز یه عالمه آدم بیرون بود. مغازه ها و اینا بسته میشه ساعت 9 ولی رستوران ها، بارا اینا هنوز باز بودن و چون آخر هفتم هست هنوز بیرون خیلی شلوغ بود. ولی طوری هست که آدم اصلا دوست نداره برگرده خونه چون هنوز حس میکنی که روزه ولی خود در اصل شب. برو نگاه کنی خورشید دیگه آخرین تلاشاشو داره میکنه. خیلی هاتون برام نوشته بودین که از تابستونای سفید واسه همون بذار. حالا الان حواستون باشه الان 9:25 دقیقه است ولی بازم میام آپدیتتون میکنم.